سلام افغانستان، سلام کابل، سلام هموطن. عزیزان بیننده، در قسمت نخست برنامه صبح فردا شما عزیزان بیننده را خوش آمدید میگیم و در این قسمت برنامه من فروزان شیرزاد با همکار خوبم خاطره جان علیزاده در خدمت شما هستیم و بخش جدید برنامه صبح فردا که نظریات و کمنت خانی بود که ما هموطنان عزیز ما کمنت های زیبا نوشتند در روی موضوعی که ما انتخاب کرده بودیم. ارزیابی شما از حضور تیم ملی فوتسال برای نخستین بار در جام جهانی چگونه هست؟ نظر بازی هموطنان عزیز ما کمنت دادن، ما کمنت هایشون را به خوانش میگیریم. تنها نیستم، در کنار من خاطره جان علیزاده هم هست. سلام علیکم خاطره جان، صبح بخیر. سلام فروزان جان، خوب هستی؟ شکر ممنونم. سلامت باشی. قسمت فروزان جان یادآور شد، ما در این قسمت برنامه خود بخش کامنت خانی را داریم که پستی که در صفحه فیسبوک ما گذاشته بودیم و نظریات شما خوبان نخواسته بودیم و شما هم نظرات بسیار عالی را که داده بودیم نظر به حضور تیم فوتسال افغانستان در جام جهانی برای نخستین بار، کامنت های بسیار عزیز خوب و همچنان تشویق آور برای اعضای تیم فوتسال داده بودیم. میریم با هم دیگر به خانش میگیریم و نظریات بسیار خوب و قابل قدر شما خوبان دارم. خب فروزان جان، بریم سراغ نظرات خوبان. بله خاطره جان، خاطره جان، دوستای عزیز، تصویری که در روی مانیتور میبینید، ارزیابی شما از حضور تیم ملی فوتسال برای نخستین بار در جام جهانی چگونه است؟ ما روز شنبه ایرا به نشر گذاشته بودیم و هموطنان عزیز ما کامنت های زیبایی نوشتن، پس میریم کامنت ها را به خوانش میگیریم. بله فروزان جان، اولین کامنت ما هم از آقای جواد حبیبی هست که کامنت بسیار زیبایی نوشتن و گفتن که تیم ملی فوتسال افغانستان نماد اراده، پشتکار و اتحاد یک ملت است. حضورشان در میدان جهانی افتخار است که ما را به آینده پر از امید و کامیابی پیوند میدهد. هر بازیشان نه فقط یک رقابت بلکه نماینگر تلاش‌های بی‌پایان و آرزوهای بزرگ تمام افغان‌ها بوده و است. ما شما را دوست داریم و از صمیم قلب از شما حمایت می‌کنیم. با پیش بروید، زیرا که شما الهام بخش تمام نسل‌ها هستید. طبعا یک کامنت بسیار عالی و همچنان یک کامنتی که همه هموطنان خوب ما، همه بازیکنان او تیم را تشویق می‌کنه تا ما با اراده و پشتکاری که داریم بر میتونیم با جایی که بخوایم برسیم واقعا عالی درخشید. بله خاطره جان، سپاسگزاری میکنیم از آقای جواد حبیبی و بابت کامنت زیبایشان. خب سراغ کامنت بعدی میریم. کامنت بعدی از هموطن عزیز ما امان الله اصغری هستند که گفتن اگر واقعیت بیان کنیم بهترین بازی را کردیم. تیم ملی فوتسال افغانستان در صورتی که امکانات درست در اختیارشان نبودن و تمرینات خوب درست با هم انجام نمی دادن، یکش از مشهد، یکش از تهران، یکش از کابل، واقعیت بهترین بازی را کردن. بر ما افتخار است. انشالله امیدوارم در بازی های بعدی بهترین می باشد. خصوصا امید قنبری و رضا حسین پور بازیگرایی هستند که عاشقش هستم. از صمیم قلب دوست دارم تمام بازیگران تیم ملی را موفق باشن انشالله. بابت کامنت زیبا سپاسگزار هستیم از آقای امان الله اصغری که درباره بازیکنان تیم ملی افغانستان گفتند و همچنان تشویقات بسیار زیبایی داشتند. دقیقا فروزان جان، تشویقاتشون قابل قدر است. همچنان کامنت بعدی از کاربر دیگه عزیز ما فریح جان محسنی هستند که گفتن و همچنین جوانان افتخار میکنیم. واقعا ما افتخار و سربلندی همه ما و شما هست. جوانانی که همواره تلاش میکنن، پشتکار دارن در همه عرصه زندگی، با هر امکاناتی که دارن تلاش دارن و پشتکار باعث میشه که اینها به قله های موفقیت برسن و همچنان لبخندی را بر لبان ما و شما هموطنان خوب ما جاری بسازه. بله خاطره جان، و کامنت بعدی نوشتن عالی بازی کردن، خدا و همراهشان. کامنت زیبا و همچنان بسیار ارزشمند از کاربر بسیار عزیز ما محمد جان اکبری. بابت کامنت برادر عزیز سپاسگزار هستیم. بله همچنان کامنت بعدی از محمد امید ارفانی هست که کامنت داده عالی، موفق باشد. طبعا موفقیت هرچی بیشتری خوبان و معارضمان هستیم و امیدوار هستیم اینا را و قله های بلند موفقیت بیننده باشید.
بله خاطر جان، دقیقا هموطنان عزیز ما در کل نگاهشان مثبت بوده به بازی فوتسالی که در جام جهانی هموطنان عزیز ما، بازیکنان عزیز ما بازی داشتن، نگاه مثبت داشتن و فعلا هم شاید در بعضی از کامنت ها نظریات مختلف داشته باشیم. هموطنان ما از هر گوشه ای از ولایات کابل افغانستان کامنت های متفاوت دارن. خب یک کامنت دیگر میخوانیم از برادر عزیزمان رمضان قربانی. زیاد قابل قبول نبود. چرا؟ چون که 4 بازی انجام داد و از این 4 بازی فقط 1 پیروزی داشت. نظرات مختلف بله. است. بعضی ها نظرات مثبتی داشتن، بعضی ها نظرات منفی. در کل نظرات شما خوبان بر ما قابل قدر است. و همچنان هموطن دیگه ما فاطمه جان شهرزاد کامنت بسیار عالی، اما قسم که طولانی دیدن میشه، تا هم کامنت بسیار خوب بر ما داشتن. که کمنتشان را به خانش میگیریم. سلام بر آقای حسینی، آقای جویا، فروزان جان و خاطره جان و یک سلام به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز و تمام همکارانتان. امید که یک صبح قشنگ را آغاز کرده باشید. بنده فاطمه هستم. امیدوار هستم که اگر بیننده و یا هم شنونده برنامه ما هستین، سلام ما را هم پذیرا باشین. و همچنان این اولین حضور تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال بود و در حالی که امید زیادی به صعود با مراحل بالاتر وجود داشت، این تیم با عملکرد خوب خود در سطح جهانی جایگاه ویژه‌ای به دست آورده است و این دستاورد بسیار بزرگ است. تمام مردم افغانستان همیشه حمایتشان میکنیم و دوستشان داریم و امید موفقیت های بیشتر تیم ملی فوتسال کشور ما. ما هم امیدوار هستیم که این تیم را در پله‌های بلند دیگر هم ببینیم و قسمی که در فوتسال درخشیدن در همه عرصه‌های زندگیشان بدرخشند. بله خاطره جان. و در حال حاضر هم کامنت بعدی از برادر گرامی عزیز ما، هموطن عزیز ما، مشتبه جان نوری هستن. ببینیم که مشتبه جان در باره از این که ارزیابی شماست حضور تیم ملی فوتسال برای نخستین بار در جام جهانی چگونه هست، چی نظر دادن؟ خب هموطنان عزیز، مشتبه جان نوری گفتن که بازیکنان تیم ملی فوتسال و سرمربی تیم فوتسال و تمام اشخاصی که در زمینه ساختن این تیم که امروز شاهد بازیشان در رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 بودیم، لایق تحسین هستند. با کوشش‌های چند ساله که تیم ملی فوتسال توانست یک دستاورد جدید و مهم برای بار نخست در رشته فوتسال کسب کند، جای افتخار هست. دقیقاً و بدون شک برای تمام ملت ما که در چنین شرایطی با امکانات کم در بزرگترین رقابت‌های فوتسال جهان اشتراک کردند و توانستند به مرحله یک حذفی راه پیدا کند و از تلاش‌های همه کسانی که در این زمینه کوشش و تلاش کردند تشکر می‌کنم. انشاءالله که نقاط ضعف تیم کاهش پیدا کند و برای مراحل بعدی آماده باشند. بسیار ممنون شما، سپاسگزار هستیم آقای مشتبه نوری بابت کامنت زیبایشان که درباره تیم ملی فوتسال گفتند و درباره ازی گفتند که سرمربی واقعا تلاش هایی کرده تا این تیم فوتسال را در خارج از کشور که فعلا در مهاجرت قرار دارند راه اندازی کردند و حمایتشان کردند تا توانستند که به جام جهانی صعود کند، در مرحله حذفی صعود کند، که خودش بر ما با عمو با گفته برادر عزیز ما با همو امکانات کم بسیار قهرمانی بزرگ هست. ممنون شما بابت کامنت زیبایش. دقیقاً فروزان جان، از تک تک این هموطنان عزیز ما که نظراتشان بر ما نوشتند دست همشان درد نکنه و ما هم امیدوار هستیم که تک تک شما کامنت های شما عزیزان را به خانش بگیریم. بله. و همچنان هموطن دیگه ما که حاجی قادر محسن زاده هست کامنت بر ما داده و میریم نظرشان را میخوانیم. دست تک تک جوانان عزیز ما درد نکنند، واقعا افتخار و سربلندی برای کشور عزیز ما کسب کردند. در شرایط بسیار سخت که کشور ما قرار دارد راه پیدا کردن در جام جهانی تصورش مشکل است، ولی زحمات و کوشش تلاش جوانان عزیز ما بودند که این افتخار را برای ما به ارمغان آوردند. با امید پیروزی و موفقیت جوانان عزیز ما، واقعا نظرات بسیار خوب و همچنان تشویق کننده برای همه هموطنان خوب ما، بخصوص تیم فوتسال که رفتن مسابقه ای را داشتن. ناامید نشوند، بلکه اینا بازی برد و باخت طبعا داره و اینکه ما در جام جهانی برای نخستین بار راه پیدا کرده بودیم واقعا قابل افتخار است. بله خاطره جان، و خاطره ما امروز کوشش میکنیم که تا آخرین دقایق برنامه‌ای که در قسمت بخش اول به ما اختصاص داده شده بتونیم که
کامنت های شما از آن را به خانش بگیریم که یک باید شما از آن شنونده و بیننده باشید. هموطن عزیز بعدی ما کامنت بسیار طولانی و همچنان شاید سخنهای خوب و عالی و ارزشمند را فرموده باشند را به خانش میگیرم. من کامنت بسیار زیبا از برادر گرامی من سید علا مهدوی، کامنت سید علا مهدوی را به خانش میگیرم. نظر به نتایجی که بعد از بازی افغانستان رخ داد، مثل بازی ایران و مراکش که ایران حذف شد و بازی پرتغال مدافع قهرمانی مقابل قزاقستان که حذف شد، افغانستان هم بهترین عملکرد را در جام جهانی داشت و نتایجی که کسب کرد با بازیکنان جوان و بازیکنانی که اولین تجربهشان در بزرگترین تورنمنت جهان یعنی جام جهانی بود واقعا رضایت بخش بود. بله دقیقاً گفته بسیار عالی که تا اینجا واقعا افغانستان در مقابل جام جهانی در مقابل تیم‌هایی که بود تا همون مقامی که هم رفت رضایت بخش بود. ناگفته نباید ماند که آقای مجید مرتضایی هم مرد پرتلاش و زحمتکش برای کشورمان بود و همچنان آقای صداقت که حامی و اسپانسر اصلی تیم ملی کشور ما بود. انشالله در سالهای بعدی و تورنمنت‌های بعدی و حتی جام جهانی بعدی انشالله بهترین عملکرد را خواهد داشت. زنده باد شیربچه‌های افغانستان. انشالله که کامنت زنده را بخوانید و دقیقاً سید علا مهدوی برادر گرامی ما که از چهارقلعه وزیرآباد کابل کامنت گذاشته بودن و ما تونستیم کامنت زیباشان رو به خانش بگیریم. نظر و کامنت بسیار عالی را ارائه کردن. هر هفته روز شنبه موضوع خاص را با شما از آن شریک میکنیم و در روز چهارشنبه همین قسم که امروز برای شما به خانش گرفتیم نظر به اون موضوع کامنت های شما از آن را به خانش میگیریم و همچنان کسایی که امروز هم کامنت دادن بابت کامنت دهی تشکر و انشالله که ما بتانیم کامنت های شما را در هفته های بعدی هم داشته باشیم. Thank you.